God. The big question is, أشهد أن محمدا بسم الله الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله علی آله و صحبه و من والا. سلام بر همه شما بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و این روزهای پایانی ماه رمضان رو، ماه مبارک رو، به خوبی به سر میرسونید و از گذشت این ماه راضی هستید، و اگر راضی نباشید هنوز فرصت هستش. خداوند تا انسان زنده است به انسان فرصت داده، فرصت توبه و بازگشت. عرضم به حضورتون که ما داریم کتاب که در نقد قرآن نوشته شده رو بررسی میکنیم، به صفحه 436 رسیدیم، یعنی تقریبا نیم کتاب. ولیکن چیزی که ندیدیم تا حالا این بود که به دستورات کتاب ایراد بگیره. قرآن برای این نازل شده که دستوراتی برای هدایت بشر آورده، باید به دستورات ایراد بگیره، اما نویسنده کتاب هرگز این کار رو تا حالا نکرده تا ببینیم که کی این کار رو انجام میده. چون ما ادعای ما این است که بهترین دستورات رو قرآن ما آورده و منتظر هستیم که یکی بیاد بگه آقا این قرآن که گفته آب بخورید درست نیست، آدم باید خاک بخوره، مثال یه چیزی شبیه به این برای ما بگن، ولیکن ندیدیم. و دائما هم تکرار میکنه تهمت‌های خودش رو، چون که این یک روش پیروز شدن در بحثه که شما عوض که یک دلیل بیاری صد دلیل بیار، همش باطل باشه اما صد تا دلیل بیار. اینا به این روش استفاده میکنه که آقا میگه این همه دلیل میاریم، یکیش این همه تیر میزنیم، یکیش که به هدف میخوره ولی نمیخوره. ما هم کلمه به کلمه سپر میاریم جلوی حرفایش. این رو دفعه قبل گوش اشاره کرده بودم، این دفعه به صورت کامل میگم. موضوع تحریم، بیارید لطفا، ماریه قبطیه. قبطیه بیارینش اینو لطفا تا فرمان. آیا صدای منو دارید؟ سفر بیارید و زنگ هم برمان بیارید. ماریه قبطیه یکی از کنیزان زیبای حضرت محمد بود که او به او پس از عایشه و زینب بنت نجاش علاقه فراوانی داشت. خب این دفعه قبل هم گفتم، میگه ماریه کنیز زیبای پیامبر بود که علاقه داشت. خب اینا نمیگه از کجا اومده بود. این زن رو به شما همونطوری که گفتیم پادشاه مصر برای پیامبر داد. پادشاه مصر، پادشاهی که اینا میگن که آقا برگردیم تا فرمان، اینا که میگن تمدن از حالا به پیش مصری ها که میری، لطفا برگردیم پیش مصری ها که میرید، شما میبینید که اونایی که به اصطلاح مثل ایرانی هایی هستن که میگن آقا ما امپراتوری داشتیم، اسلام اومده امپراتوری ما رو خراب کرد، اونا هم اینجور مردمی دارن، میگن آقا ما قبل از اینکه مصر مسلمون بشه چی داشتیم و چی نداشتیم. خب اینا نمیگه که آقا اونی که داشتی پیامبر یک نامه برش داده که به هدایت شو، اون در جوابش دو تا کنیز برش فرستاده، یه دونه برده فرستاده که اخته کرده بوده. کجا اسلام گفته تو برده رو اخته کن، از مردی بنداز؟ این ربطی به اسلام نداره که. اینو از زمان خودشون بوده، و در حال که در دین ما یک یا سه، در دین ما قطع عضو ممنوعه، چه برسه به اینکه یک انسان رو ناقص کنی. ولی که تا این اواخر هم بود، آقا محمد خان کی اخته کرد؟ کی از مردی انداخت؟ همین اواخر هم تو دورای ما بوده و ربط به اسلام نداره. خب آقا محمد خان اسلام مسلمان بود؟ نبود. آقا اینا کدومش به مسلمانی میخوره کارشون؟ کی گفته اسلام این رو؟ نگفته که. اسلام باید دستوراتش ببینیم. خب پس این که ماره قبطیه رو شروع کردی، اول بگو کی برای پیامبر فرستادش، چی کارش میکرد؟ از مصر فرستاده دو تا کنیز رو و خر و خر سفید و یک برده‌ای که اخته شده بود. چرا به اونا ایراد نمیگیری؟ اون دوره همینطور بوده. اما پیامبر گفتیم که از این دو کنیز یکی رو برای خودش گرفت و یکی رو برای یکی دیگه داد، چون خواهر بودن. خواهر که نمیشه گرفت، دین ما اینقدر رعایت میکرد. خب دنبالش بخونیم. روزی میتونی اینجا الان این سوال برای شما مطرح بشه که آقا جان اونا که گفته بودن، اونا که کنیز میگرفتن، اسلام چرا گرفت؟ ما به شما میگم که آقا مثلا الان، مثلا برنامه من، مثال الان میگم 5 دقیقه دیر شروع شد،
اگر که مثال در راه تصادف شده باشه که گناه من نیست، مثال میگم، من که سر وقت اومدم، گناه من نیست که اگر راه مثلا چراغا رو مثلا راهنمای خاموش بوده. این قضیه این است که ما به کنیز گرفتن و کنیز چی داده علاقه نداشتیم. خب دنیا اینجوری بود، نمیشد. اگر ما از کفار کنیز نمیگرفتیم، اونا از ما میگرفتن، روز شب حمله میکردن به ما. متوجه هستی؟ یا مثل همون داستانی که یک سیلی بهت زدن یک سیلی دیگه هم بزنن، نمیشد دیگه. خودش مطمئن بود که ما بزنه بچهش کاری نداریم. اون 100 تا که حمله میکرد، بارها براتون گفتم، از 100 تا 99 تا هم که میباخت، یکی هم که میبرد برده بود. اون 100 تا رو میباخت، 99 تا رو میباخت، ما به خونش حمله میکردیم، زن و بچه‌ش رو نمیگرفتیم. قانون بود دیگه. اون یه دفعه که میبرد، عایشه و فاطمه رو میبرد با خودش. پس شما نگاه کنید، مقابل به مثل گای آدم مجبوره. بمب اتم براتون مثال زدم. مگه کشورهای متمدن دنیا بمب اتم ندارن؟ اونا که حالا رئیسای ما هستن، قیم ما هستن، حق به تو دارن، همشون بمب اتم دارن. آقا بمب اتم که پشرم میکشه، گربرم میکشه، نوزادم میکشه، برای چی اینه داری؟ برای چی نگه داشتی؟ میگه آقا من مجبورم، مخالف من داره، اون بزنه منم میزنم. هیچ کس هم نمیگه کارش بده. این یک بازدارنده بود، کنیز گرفتن ما بازدارنده بود. ما این ماریه رو اصلا ما نگرفتیم، خودشون فرستادن. خب حالا دنباله داستان. روزی حضرت محمد به خانه حفصه همسر محمد و دختر عمر رفت. حفصه بیارید، برای دیدن پدرش بیرون رفته بود. حضرت محمد، بذارین بزرگتر کنم که راحت ببینید. حضرت محمد در خانه و در بستر حفصه با ماریه قبطیه نزدیکی کرد. در اینجا حفصه سر رسید و فریاد گریه بلند کرد که تو در روز مخصوص من و در خانه بستر من چرا چنین کردی؟ حضرت محمد قسم خورد که از این موضوع را افشا نکنی، من ماریه را بر خود حرام میکنم. ولی حفصه موضوع را به عایشه رضی الله عنها گفت. تفسیر طبری و تفسیر جلالی الی آخر. حضرت محمد پس از مدتی از تحریم ماریه زیباروی خود پشیمون شد و آیات زیر را نازل کرد و ماریه را بر خود حرام کرد. این البته حرف کفر، این کافر هستش که اینو میگه. برگردیم تا فرمان. داستان این است که در سوره تحریم آیات آیه‌ای که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک، این مفسرین دو جور تفسیر نوشتن. یک تفسیر همون است که این آقا گفته، ولی تفسیر درست و بهتر اون است که امام بخاری و مسلم انتخاب کردن این است که زنها دیگه به هم دیگه حسودی و به اصطلاح رقابت داشتن. پیامبر که پیش زینب رفت، خانم یکی از خانماش، دو همسر دیگر ایشون حضرت حفصه و حضرت عایشه با هم قرار بستن که پیغمبر خدا رو که آمد بهش بگن که آقا تو چرا بوی بد ازت میاد. خب یک نفر که بگه باور نمیکنه، دو نفر که بگه باور میکنه، با هم ساختن. اینجوری که در بخاری مسلم است، برای اینکه میخواستن زینب رو اذیت کنن. گفت چرا؟ گفت حالا من خونه زینب رفتم، زینب برای من عسل آورد. اینا گفت حتما عسل روی چیزای بدبو نشسته بوده، بیشتر چی کردن. پیامبرم گفت من دیگه عسل نمیخورم. اینطوری اومده تو بخاری و مسلم. و پی آی نازل شد که چرا چیزی که خدا حلال کرده حرام میکنی برای اینکه زنتو راضی کنی، زناتو راضی کنی. و این هم هست تو کتاب ما، بلکه نمیشه که دو تا شأن نزول داشته باشه. من یکی که اینو دومی رو قبول ندارم الان که فکر میکنم، ولی با این وجود بعضی از احادیث که مثل قرآن نیست دیگه، بعضی ها بعضی از احادیث این رو تصحیح کردن. حالا بگیم که بود به فرض دیگه، یعنی حرف اونایی رو بگیریم، ما میخوام اون بدترین درجه رو بگیریم که بوده، کار حرومی که مرتکب نشده، کنیزش بوده، کنیز هم حقوقی داره دیگه یا حقوق نداره؟ درست است که مثل زن آزاد حق نداره، ولیکن حق داره سر شوهر، و شوهر هم سرش حق داره سر به اصطلاح مالکش. و چیز حرامی که انجام نشده، منتها اون که خونه نداشته دیگه، خدمتکار بوده دیگه، کنیز بوده، کنیز آزاد که فرق داره. به فرض که این داستان رو صحیح میگیریم، داریم میگیم بازم کار اشتباهی نشده. خب زنه اومد غیرت داشته، حسود چی کرده؟ پیامبر بهش گفته خیلی خب من اینو به خودم حرام میکنم، تو دیگه ناراحت نمیشی، راضی میشی؟ اینو ما با زنه با همسران خودمون میگیم. یه دفعه از یه چیزی ناراحت شد، میگه خیلی خب من دیگه این کار انجام نمیدم، تموم شد، راضی شدی؟ از اخلاق نیک خودش پیامبر میخواست همسرای خود راضی کنه، نه هیچ احتیاجی هم داشت، زورش هم داشت که بگه به شما مربوط نیست. و این اصلا قضیه این بوده. در این ما که هیچ چیز بدی نمیبینیم، بدیش در اینجا چیست؟ ما که بدی نمیبینیم، خب گفتیم وقت کنیز دارید علتش هم برای شما گفتیم،
وقتی آدم کنیز داشته باشه باید دیگه خرجش هم بده دیگه، باید نیازش هم برطرف کنه، حالا اگه خودش هم بخواد نیاز خودم برطرف کنه. و همین حضرت ماریه، ماریه قبطیه، ایشون رو تا آخر عمر ابوبکر و عمر هم پول داد، یعنی تا وقتی که خلفای راشدین تا وقتی که زنده بود خرجش میدادن. متوجه هستید چی کار کنم؟ به امان خدا ول کنن. پادشاهی مصر نبود که اینو ببخشه، پول که نبود که ببخشه. خب حالا بریم به چیز ببینیم، آیه رو ببینیم. یا ایها النبی، این آیه رو آورده، معنیش میخونیم بیارید لطفا. آیه که خود این آقا آورده: ای پیامبر، چرا برای خوشنودی همسرانت آنچه را که خدا بر تو حلال کرده، این نزدیکی با ماریه رو این نوشته، در حالی که در پیش ما اون مسئله عسل است که حرام کرده بود. اگه پیامبر عسل حرام میکرد خب ما هم نمیخوردیم. خدا آمرزنده مهربان است، قطعا خدا برای شما راه گوشیدن سوگندهایتان را مقرر کرده، خدا سرپرست شماست. خب چون پیامبر به یکی از همسرانش سخن ناهانی گفت و همین که وی آن را گزارش داد و خدا و پیامبر را بر آن مطلع گردانید، بخشی از آن را اظهار کرد و بخش دیگر اعراض نمود. پس چون مطلب به آن زن خبر داد، وی گفت: چه کسی به تو خبر داد؟ گفت که خدا به من خبر داد که دانا و خبیر است. باز میگه اگر شما دو زن به درگاه خدا توبه کنید بهتر است، واقعا دلایتان انحراف پیدا کرده. اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید، در حقیقت خدا یاور اوست و جبرئیل و صالح مؤمنان و یاور هستند و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان اویند. اگر پیامبر شما را طلاق بده، میتونه که بهترین زنهای بهتر از شما و از بیوه و دوشیزه به دست بیاره. این کار پیامبر، حالا توضیح این ملحد ببین، این کار حضرت محمد حداقل بی‌عدالتی در حق حفصه بوده است. چرا در حق حفصه بوده؟ خب بهش گفته یک راز بزنش، گفته به کسی نگو. چرا گفته؟ اونم گفته نمیگم. ثانیاً اگر گفتن حفصه به یک نفر عایشه گناه بوده، افشای آن در قرآن برای همه تاریخ گناه بزرگتری است. یعنی چه که گناه بزرگتری است؟ داره اینجا روابط میگه که خیلی خوب دیگه فلسفه میفهمه ملحد. میگه که من حرف شوال توضیح بدم، میگه که خیلی خوب، یه رازی رو حضرت فاطمه، حضرت حفصه افشا کردی، حضرت عایشه، حالا تو چرا اومدی به تمام دنیا خبر میدی؟ همه دنیا رو با این راز خبر میکنی؟ اگه گناه است که این گناه بزرگتره. آقا جان، خود افشای راز گناه نیست. این که توی به وعده دادی که من راز شوهر رو نگه میدارم، چرا راز شوهرت رو نگه نداشتی؟ ببینید این که هر دنبیلی نیست، زن شوهر با هم دیگه حقوقی دارن و ما باید اینو بدونیم که یکی از مهمترین، خب قرآن برای چی نازل شده؟ برای این نازل شده بگه نیکاراگوئه چه خبر است و پاراگوئه چه خبره؟ قرآن برای مسائل روزمره نازل شده. بزرگترین مسئله روزمره زندگی یک مردم چیه؟ زنشه، شوهرشه، هست یا نیست، بچه هاشه. قرآن برای این نازل شده دیگه، که نیومده که به ما بگه که آقا تو شکم فیل چیه. به ما مربوط نیست که. چیزی که به ما مربوطه به ما گفته. مربوط ترین چیز به ما این است که روابط زن شوهر با هم خوب باشه. مثل که امروز تو ایران از دو تا شکی طلاق میرسه، چیه دلیلش؟ اینطوری نشه. اتا فرمان ما بله، عرض به حضورتون که پس مسائل بین زن شوهر بسیار مهمه و قرآن پیامبر ما رو به عنوان الگو ذکر میکنه که ما یاد بگیریم که آقا زن باید رازای خونه رو بیرون نبره. گناه بزرگیه، گناه کوچیکی نیست. و علاوه بر زن، بقیه افراد خانواده هم راز دیگه، رازه دیگه، خونه هم برای خودش یک حرمتی داره. اینه شما کوچیک میبینی، کوچیک ببین. برای همین است که خانواده ندارید دیگه. شما ملحدا که خانواده ندارید. روسیه که زمان ملحد بود، حالا که دارن باز مسیحی میشن خوبه، نسلش روز به روز کمتر میشد. اروپا چرا داره نسلش کم میشه؟ خب هر چی که از دینش دور شدی، خب همه چیزت به هم میخوره دیگه. حالا ببینیم دیگه چی گفته. خب سالسن، اگر افشا گناه بوده، حفصه گناهکار است نه عایشه. حرفی معقولیه. ما به شما که گفتیم که در اینجا مسئله این است که هر دوشون افشا کردن دیگه. این که این برمیگرده به همون داستان عسل که میگه، چون که عسل هر دو با هم شریک بودن در مسئله این که حضرت پیامبر رو بگن آقا تو از بوی خوش نمیاد، به خاطر اینکه این عسل بوی بد میده. خب هر دو با هم ساخته بودن، هم حضرت عایشه هم حضرت حفصه، و به خاطر همین عایشه هم در این گناه بوده همراه حضرت حفصه. رابعا به آیه آخر توجه کنید که با داشتن تعداد زیادی همسر و کنیز، هنوز هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اشتیاق گرفتن زنان دیگری است. این نشان میدهد که میلش زیاد بوده. آیه آخر چی میگه؟ آخه چی میگه؟ میگه اگر شما را طلاق داد، این منظورش این آیه است، اگر پیامبر شما را طلاق گوید،
امید است که پروردگارش همسرانی بهتر از شما مسلمان و مؤمن و فرماندار و توبه و عابد و روزدار و بیوه و دوشیزه را به او عوض بدهد. میگه این آیه دلیل بر این است که این حرف ملحده. این آیه به دلیل بر این است که ایشون میگه شهوت زیاد داشته در حالی که پیامبر زناش طلاق هم نداده. چطور میشه همیشه بگی؟ اگه داشته خب طلاق میداده، زورش که داشته طلاق بده، بهانش هم داشته. ولی شما میدونید که پیامبر برخلاف شما امروز که امروز میگیری فردا ول میکنی، یکی از صفات نیک پیامبر ما این است که هیچ همسری رو طلاق نداده، مگر کسی که خودش از اول اومده گفته آقا من نمیخوام، یعنی هنوز نزدیکم نشده طلاق خواسته، که به پیامبر نزدیک شده دیگه مجذوب اخلاق پیامبر شده و خودش هم طلاق نخواسته و پیامبرم بر اخلاق بد اونا صبر کرده طلاق نداده. پس چطور میشه بگه عوض کرده و میخواد زن دیگه گرفته و دنبال این بوده؟ اصلا طلاق نداده. موضوع خودش من نمیفهمم که چرا باید انسان اینقدر اما چرا باید اینقدر دروغ بگه؟ سوال مهم میشه. حالا ببینید، سوال مهم این است که این داستان خصوصی چه سودی برای کل انسان ها دارد که در قرآن آمده؟ آیا بیارید لطفا، آیا واقعا این خداست که برای حضرت محمد از زنان جاسوسی میکند این چیز، و آیا لذت محمد صلی الله علیه و سلم در رابطه با ماریه آنقدر برای خدا اهمیت داشته که برای موضوعی به این حقیری چندین آیه نازل میکند؟ بله درسته، اینه میگه. فهمیدین چی میگه؟ اصل موضوعش هم همینه. اصل موضوع امروز اینه که آقا اینا چیزهای معمولی است. خیلی از ملحدین اینو میگن، یک داستانی بوده رفته، این از این آیه نازل کردن میخواد، این چیه دیگه؟ این سوال دوباره تا حالا تکرار کردم، من که یکم جواب دادم، بازم بذارید مفصل‌تر جواب بدم. این چون که یک تو ذهن شاید بعضی از مسلمانان بیاد، خب یک دعوایی با همسرش گرفت، حالا ما روزی 10 تا دعوا میگیریم، این چرا باید تو قرآن ذکر کنه؟ سوالی هستش. باز برمیگردیم به این که مهمترین، یکی از مهمترین جنبه‌های زندگی انسان همین مسائل زناشویی زن و شوهری است. آقا در خانه که دعوا داشته باشی، بیرون هم کار نمیتونی بکنی. انسان مکمل از تنها اینجوری خدا اگر انسان رو، یک رفیق ما میگفت اگر خداوند انسان رو نر ماده رو در یک موجود خلق میکرد این خیلی قوی میشد. آدمی هست که حرفای خیلی عالی میزنه، عنایت الله همام یک دوست ماست، فکر میکنه باز یک جملات جالبه میگه، یعنی با خودش تصور کرده که اگر به جایی که خدا مرد و زن خلق میکرد، هرچند که احسن الخالقین است، میگفت که اگر مرد و زن در یک موجود میبودن این موجود خیلی قوی میشد. معنی این حرف این است که اگه اینا با هم هماهنگ باشن خیلی قوی میشن. به من نشون بده، شما نشون بده به من، به من نشون بدید که خانواده ای که با هم دعوا داشته باشن، زن شوهر، مرد پیشرفت کنه یا زن پیشرفت کنه. نه، ناممکنه. چرا که وقتی آرامش نداشته باشی پیشرفت هم نمی‌کنی. طلاق میگیری پیشرفت میکنی، طلاق میدی پیشرفت میکنی، اما دعوا که تو خونه باشه پیشرفت نمیشه. یکی از مدارهای مهم زندگی است، اینا مهمه، و از هر دست از پیامبر ما درس گرفتیم. ما از این رفتار پیامبر، چیزایی که در زندان زندگیش چی شده گفته شده، برای ما درس شده و ما ازش درس گرفتیم. هر کدومش درس داره، حالا میرسیم یک چند تاشو. خب داستان افک بیارید لطفا. اتاق فرمان. در مواردی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ‌ها شرکت می‌کرد، معمولاً یکی از همسرانش را به طور اختصاصی بقیه مسلمانان نمی‌توانستند چنین کنند، همراه خود می‌برد. بذار اول ایراداش یکی یکی جواب بدیم. میگه وقتی که به جنگ‌ها می‌رفتن، یک زن را به همراه خود می‌بردن، بقیه نمی‌تونستن، بقیه هم می‌تونستن. اونی که می‌خواست یا زنش می‌خواست بره باهاش می‌رفت، و بودن زن‌های دیگه هم تو جبهه معمولاً. این اول دروغه. دوم، اگه پیامبر یکی همسرش می‌برد اختصاصی، به شما گفتم که پیامبر که مثل بقیه نبود، 4 زن نداشت، 9 زن داشت. و اگر همه شما پیامبر ما رو که اجازه نمیدادید که آروم بشینه، شب و روز برایش مشکلات درست میکردید، شب و روز مجبور بود که برای دفاع از عقیده خودش به این سو اون سو حرکت کنه. لذا اگر قرار بود که همه زنا رو ول میکردم که نمیشد دیگه. لذا چون 9 تا داشت یکی رو با خود میبرد. و دلیل سوم و از همه مهمتر پیش ما این است که پیامبر مثل آدمای عادی نبود. رفتار او، حرفای او برای ما سنت شد، امروز ما از او پیروی میکنیم. مثل یک آدم عادی نیست که مثل خمینی مرد دیگه، گفت که آقا نمیدونم سیب سرخ است خیار سبز است گفته باشه دیگه. اما اگر پیامبر ما جملاتی گفتن، اون جملات برای ما میدونید که خودتون میدونید چرا این کتابتو نوشتی، برای که مرد مهم بوده، اهمیت داشته، هر کلمش اهمیت داشته. خیلی معذرت میخوام، حتی اگه توف میکرد روی زمین، برای ما این یک درس بود که آقا باید روی زمین توف کرد یا نکرد.
اینجوری بوده. لذا اگه یک همسرش میبرده که به عنوان دوربین باشه و بعدها خبراشو برای امت برسونه، حرف معقولی است. خب بفهم که پیامبر با ما فرق داشته، به خاطر که ما از همدیگه پیروی نمیکنیم، از همدیگه ما، ولی از پیامبر خود پیروی میکنیم. خب میگه همراه خود میبرد که در دوره جنگ از لذت، یعنی البته تهمت کائمز ملحد است، از لذت جنسی محروم نباشد. که جنگ میرفته خام بالاخره حلال بوده دیگه، مثل شما که نیست که فاحشه خونه درست کردید. در جنگ بنی مستلق عایشه همراه حضرت عایشه همراه حضرت محمد بود. حضرت عایشه در کجاوه‌ای بود که چهار نفر او را بر شتر می‌نهادند و یک نفر افسار شتر را می‌گرفت و حرکت می‌کرد. در هنگام بازگشت حضرت عایشه برای قضای حاجت بیرون رفت و گردنبند خود را گم کرد و معطل شد و چنان چون نهایتاً بازگشت قافله رفته بود. مردان کجاوه تهی را به خیال اینکه عایشه در آن است به شتر نهاده و رفته بودند. حضرت عایشه در همان مکان ماند تا یکی از لشکریان به نام صفوان که از عقب مانده بود متوجه شد، او را بر شتر نشاند و مدینه آورد. عده‌ای که به حضرت عایشه و حضرت صفوان تهمت زدند که آنها با هم رابطه جنسی داشتند. این امر موجب بی‌توجهی حضرت محمد به حضرت عایشه و ناراحتی وی شد و سردرگم بود تا بعد از هفته‌ها و روزها در خانه ابوبکر پدر عایشه 17 آیه برای تبرئه عایشه نازل شد و اهل افق را هر کدام 80 تازیانه زد. آیات مذکور اینجوری آغاز میشه: ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الى آخر. خب در حقیقت کسانی که به آنها تهمت زدند دمیان آوردن دسته از شما بودند، آن تهمت را شری برای خود تصور مکنید، بلکه خیر بوده برای هر مردی از آن همان گناهی که مرتکب شده و آن کس که از ایشان قسمت بزرگی از این گناه را داشته عذابی سخت خواهد بود. بازم آوردن 17 اینو میخواد بگه ملحد. آوردن 17 آیه در مورد واقعه خصوصی از همسر محمد چه لزومی دارد؟ خصوصی بوده که چنین واقعه خصوصی را تا ابد جزء قرآن باشد؟ این خصوصی بوده؟ ممکن است گفته شود که لازم است مردم از تهمت برحذر باشند، اما این کار با یک جمله امکان پذیر بود، چنان که در آیه 4 همین سوره در یک جمله آمده است. خب میگه که بازم هم حرفی زد که وقت من شما رو گرفت. دو تا حرف زد. یکی میگه که داستان الحمدلله نگفت که دروغه، تهمت نزد مثل بعضیا که تهمت میزنن، بعضی از شیعه بعضیاشون البته در این مسئله تا تهمت هم میزنن مثل اون یاسر الخبیث، ولی اکثرا که الحمدلله قبول دارن که حضرت عایشه پاک بوده، اما بالاخره به حضرت عایشه تهمت های دیگه میزنن. الحمدلله این ملحد این تهمت نزد، فقط گفت که آوردن این آیات بی خوده. چرا بی خوده عزیز من؟ تو بیا به یک زن پاکدامن تهمت بزن. این جامعه برای چی درست شده آخر؟ یعنی چه؟ از این گناه بزرگتر چیه که یک زن گناه نکرده تو بری بهش تهمت بزنی و او رو رسوا کنی؟ این چیز معمولیه ها برای شما که فرق نمیکنه. خیلی عذر میخوام، برای تو فرق نمیکنه که آقا این گاو با کدوم گاو همبستر بشه، معذرت میخوام، مثل حیوانات هستید. خب برای شما مسئله مشکل ندارم، برای ما که یک زن مال یک مرده و یک مرد مال یک زنه، چه مرد خیانت کنه چه زن خیانت کنه، کو از آسمون افتاده رو سر ما؟ شوخی که نیست. چطور مهم، چطور باز به یک زن پاکدامن تو وقتی به یک زنی، حالا فکر کن یه آدمی با استانداردهای ما، یکی بیاد بهش خبر بده که آقا زنت به تو خیانت کرد، اون بابا دیگه زندگی کور دورش سر، دنیا رو سر چرخ میخوره که بگن که آقا زنت به تو خیانت کرد، یا برعکسش. این چطور چیز معمولی است؟ راست میگه، برای این معمولیه دیگه. یک وقت توی یوگسلاوی یک دولتی بود که الحمدلله خدا از بینش برد، خیلی مردم خبیث بودن، یوگسلاوی یا که سربا بودن توش، یک زن مرد مسلمان کمونیستی بود دیگه، چی میکردن؟ محاکمه میکردن. میگفت این به خانمش اجازه نمیده، محاکمش این بود که اجازه نمیده که پیران آستین کوتاه بپوشه، به خانمش میگه اجازه نمیده در بیرون، خب اونجا که نمیتونست بگه تو چادر سرت کن یا روسری سرت کن، فقط بهش گفته بود که بیرون که میری مسلمان بوده دیگه، گفته همین پیرانه که میپوشی آستین داشته باشه، بی آستین نباشه. این تو دادگاه اینو محاکمه میکردن، وقتی که این اتهامش دادستان خوند هزار گریه کردن. خب به استاندارد اونها گناه است دیگه. حالا به استاندارد این آقای ملحد تهمت زدن به یک زن، میگه تهمت زد زد دیگه، هر چی بگی به معذرت میخوام، یک زن بدکار تهمت بزنی. حالا من نمیخوام بگم همه ملحدین اینطور هستن، ولی برای این آدم گویا تهمت زدن یک حرف معمولی معلوم میشه. تهمت زدن به مردش سخته، وای بال به یک زن، وای بال به یک زنی که پاکدامن است، اونم یک زنی که در مقام همسری پیامبر است. باز میگی نه، این چرا یک آیه آورده فایده نداشته؟
چرا یک آیه نیورده؟ چرا فایده نداشته؟ امروز ما مذهب شیعه رو به همین آیات میکوبیم. آقای ملحد همین آیه 17 آیه بر ما توضیح میده. بذار این آیه رو براتون بیارم که من تو مناظره با شیعه هم آوردم، همینطور مونده بودن حاج واج. در سوره نور این آیه رو بیارم که چطور اینا وقتی که این آیه رو آوردیم که ببینید که چطور قرآن از یک حرف وقتی این داره به صحابه رو چی میگه. اول ما از این آیه میگیریم ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره، این رو میگیریم که صحابه معصوم نبودن، اشتباه کردن، شای پراکنی کردن، حرف اونا زدن. اینا چرا شای پراکنی؟ برای همین شلاق هم خوردن اون سه نفری که به اصطلاح منافق نبودن، منافقا رو پیغمبر نزد. چون خب برای اینجا خدا میفرماد که ولولا، اینو داریم ما به شیعه این آیه رو من میارم، این آیه طلایی رو هیچ شیعه ای نمیتونه جواب منو بده. بعد از اینکه اینها تهمت زدن، بذار معنیش ببینید، معنیش بذارید با ناصر مکارم بیارم که شما تا نگید که معنیش هرچنگ اینم شیعه است که من ترجمه کرده، ولی آقای مکارم دیگه نمیتونه چیزی بگید. نگاه کنید، میگه به صحابه داره میگه و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل شما نمیشد، ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت شامل شما نمیشد، به خاطر این گناهی که کردید عذاب سختی به شما میرسید. خب ما از این رحمت و فضل الهی در دنیا و آخرت بر صحابه میفهمیم که تمام مذهب شیعه باطل است. نفهمید؟ این قرآن است، این کتاب شوخی نیست. حرف از یک موضوع میزنه، تو از او ده تا فقه، ده تا چی در میاری؟ حالا بیاد یک شیعه جواب منه بده آقای ملحد که تو میگی چرا 17 آیه آورده. خدا میدونست که در دنیا چی خبره و چه خبر خواهد شد. آقا میگه صحابه همه بد بودن، اینجا خدا میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره. اگر شما در رحمت خدا بر شما در دنیا و آخرت نمی بود، خب ما میگیم صحابه رو خدا در آخرت هم رحمت کرده، فضل بهشون داده، خیر بهشون داده، تو چی میگی که صحابه بد بودن؟ چطور میشه بد باشه در آخرت بهش فضل داده باشه؟ آقای به کجا این حرف میزنی؟ در داستان تهمت زدن به حضرت عایشه آیه 14، صحابه‌ای که گناه کردن، صحابه‌ای که شایعه پراکنی رو پخش کردن، خدا گفته که اگر رحمت من به شما نمی بود و فضل من به شما نمی بود، من در دنیا نه، در آخرتم من شما رو عذاب میکردم. یعنی چون رحمت من و فضل من بر شما است، نه در دنیا عذاب شدید نمیشید که نشدن، و نه در آخرت. ما به همین آیه کوچیک با آقای عباسی مناظره کردیم، کله پاش کردیم. رجز نمیخونم، اگه حرف دروغ گفتم بیاد همین حالا یکی جواب بده. کله پاش کردیم. پس این قرآن اسلحه ماست. و با ملحدم با همین، حالا ملحد میگه چرا 17 آیه آورده؟ تو چی کار داری که چند تا آیه آورده؟ آقا تو چرا کتاب نوشتی 900 صفحه بر علیه قرآن؟ اگه کتاب مهمی نیست و داره یک حرف تکرار میکنه، چرا کتاب بنویسی؟ یک کتابی که یک داستان به قول تو بی ارزش و 17 آیه آورده، بی ارزش فلش کن دیگه. پس چرا ارزش داره؟ پس ارزش داره، خودت هم میدونی ارزش داره، گرنه چرا کتاب بنویسی؟ بله خب، حرف آخرشون رو ببینیم، وقت زیاد صحبت کردیم و بریم توی میان برنامه. خب دیگه جواب دادیم دیگه که تهمت هم بود و اینا. میان برنامه بریم تا فرمان که بعدش اگر صحبت های بینندگان رو بشنیم. آیا ای خداوند من خالق جن و انسان، قلب ما چون کبیر و ذکر و یاد تو باران، ای خداوند من خالق جن و انسان، قلب ما چون کبیر و ذکر و یاد تو باران. درد درمانیستیان هختن امانیستیان، دین و ایمانیستیان، گجه گندز ذکر ایلر، گجه گندز ذکر ایلر. شیطان سوزینه باخمد، هیچ کس اگر آیخمد، özge başmağın taxmaz, gecə gündüz zikr eylər, gecə gündüz zikr eylər. Bardelimon azan kon, qossəmonu besər kon, boğubsa
dostlar, bendesi on isaslar. Ondan her nasim ister, gece gündüz zikir eyler, gece gündüz zikir eyler. Allah'dan sova hiç kes, seslere vermezler ses. Allah bendesine bes, gece gündüz zikir eyler, gece gündüz zikir eyler. خوشی‌ها جدا شد، خوش به حال کسی که تابع مصطفی شد. هر که دور از خدا شد، از خوشی‌ها جدا شد، خوش به حال کسی که تابع مصطفی شد. با سلام به شما بینندگان عزیز و لطفاً متفاوتان تماس‌های بینندگان رو بس کنید که وقتی اونا ضایع نشه. آقای محسن سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. سلام علیکم جناب آقای سجودی، حال شما خوبه؟ ممنونم آقای محسن، بفرمایید، خواهش می‌کنم. استاد سجودی، من بحثای شما رو گوش کردم، در چند تا سوال برای ما پیش آمده، تا هر برنامه هم زنگ می‌زنیم نمیشه که همین سوالات رو بپرسیم. خواهشن شما اگه میشه امروز دیگه چون برنامه ناباوران هستی سوالات رو بشنگ بشنوین و جواب بدین. ما حقیقت زیاد تفکر کردم توی مشکلاتی که در دنیای اسلام به وجود میاد، همش در همین بوده که دو اندیشه خلافت مردمی و خلافت الهی بوده. یعنی مثلا ما یه بچه‌ای رو میگیم این کار رو نکن و این امر رو اطاعت کن، میگه نه نمیخوام. این زیاد که لجبازی میکنه میگن بذار بره تا خودش سرش به سنگ بخوره بفهمه که قضیه چی بوده، چی کار میشه اگر این کار رو بکنه. زمان پیامبر زیاد خدا و پیامبرش اینها در مسئله ولایت و امامت اصرار کردن، حتی سلام به امیرالمؤمنین نی به علی علیه السلام دادن. بعدش پیامبر خدا دیدن که اینا زیاد مخالفت میکنن و حاضر نیستن زیر بار این مسئله برن، خدای متعال هم فرمود بذار تا اینها برن خودشون به اون چیزی کاری که کرد میخوان خودشون خلیفه تعیین کنن، اما به نتیجهش میرسن و ببینن که چی به سرشون میاد. خود آیین قرآن هم میگه که به دچار فتنه و عذاب خواهند شد اگر این کار رو اطاعت نکنن. و این سرمنشه همین اختلافاتی شده که در اسلام پیش آمده. شما رو به خدا اگر مثلا اندیشه شورایی نبود، بله، و مثلا اندیشه همون اندیشه خلافت الهی بود، آقای محسن عزیز، عمر شورا تعیین نمی‌کرد. بله عمر شورا اجازه بده صحبت تموم بشه. باز میترسم که وقتتون تموم بشه و صحبتتون ناکام بشه. می‌خواستم یه سوالی ازتون بپرسم، از این میترسم گرنه حرف شما منعقد شد. بفرمایید. یعنی اگر واقعا شورا تعیین نمیشد، شورای عمر تعیین نمیشد، خلافت همون خلافت الهی میشد، خدا تعیین میشد. خیلی خب، وقتتون شمون شد، فقط گوش بدید، فقط گوش بدید. حرف شما درسته، اگر خلافت هم حضرت علی رو که خدا تعیین کرده بود این فتنه ها نمی اومد. عزیز من، برادر من، من میگم که حالا بیا همون کار میکنیم. من سجودی به نمایندگی از تمام اهل سنت میام، بیا مذهب شیعه میشیم.
شما بر من خلیفه الهی رو بیار قربونت برم، اگر ما اطاعت نکردیم. یه چیزی میگه که در خیالات است. خیلی خوب آقا، من از غلط کردم، توبه کردم از شورایی بودن، از اینکه خودم خلیفه تعیین کنم. بیا خدا برای من تعیین کنه. خدا کجاست که برای من تعیین کنه؟ تعیین کن دیگه، جواب بده. هست؟ خدا من انتقام رو چند بار چی نمی کنه؟ خدا هم بزرگ. آقا من پدرم یه کاری کرد، من که نکردم. حضرت عمر کرد. امروز گناه من چیه؟ من حالا میخوام که آقا به همون بگم خدای تو برام خودت انتخاب کن. خدا چرا انتخاب نمیکنه؟ کار حضرت عمر انجام داده، به من چه؟ خب شما به جایی که بگید اصلا به من نه، به شما چه؟ شما چه گناهی داری که برای تو خلیفه نیست؟ تو که قبول داری، تو که اصلا حضرت عمر قبول نداری. خب دیگه شما اجازه بدید یه دقیقه من جواب بدم. ببین الان خب این کسانی که پیرو عمر شدن با کسانی که پیرو علی شدن میگن نه خلیفه باید الهی باشه، اینها با هم توهین میکنن، درگیر میشن. آقا توهین نمیکنن. تو کی میگه باید؟ تو میگه باید من، تو میگه باید من از تهران تا شیراز با چشم بسته برم. خب برو دیگه. شما میگی که باید خلیفه الهی باشه، من چی کار داری؟ تو خودت خلیفه الهی رو تو ایرانت بیار، بعد از اون به من بگو ببین اینم خلیفه الهی. ما که حالا جلو تو رو نگرفتیم، ایران که در دست توه. کو خلیفه الهی؟ پس خلیفه الهی نداری، باید تو بی خوده. میگه باید مرغ 4 تا تخم بذاره، تخم مرغ بذاره. مرغ که 4 تا تخم مرغ نمیذاره، یکی یا دو تا میذاره. خیلی از تو ممنونم. بیننده بعدی. باید آقای مسعود از قم سلام عرض میکنم. آقای مسعود نخعی حالتون چطوره؟ بفرمایید. سلام علیکم. خیلی متشکرم آقای شجیدی. من اول برنامه گذشته شما یک جمله عرض کردم، فرمودید مردم میگن که تو خارج از موضوع صحبت میکنید، باید دلیل بیارید. یه حرف شما ادعاست رو از شما نمیپذیرم، بینندگان هم نمیپذیرم. اما اینکه میفرمایید که به این دوست قبلی اون میفرمایید که برای من بیار، جاره شدید. شما اولا به فلسفه تاریخ توجه کنید. شما خودتون چه کردید؟ الان چه کار دارید میکنید؟ یعنی شما که پیرون عقیله هستید، الان به قول خودتون چه تخمه 4 ضربه دارید میگذارید؟ چه تخمه 2 ضربه دارید میگذارید؟ بحث در این است دوستان شیعه که امروز بحث اعتقادی میکنن به اهل سنت، این قدرت رو ندارن که در کار آسمان و زمین دخالت بکنن. خوبتر این است که آقا ما بر اساس اون اصولی که بهش معتقد هستیم حداقل سعی میکنیم که خودمون به تمشیت امور زندگی شخصی و اجتماعیمون تا اونجایی که در ید قدرتمون هست سعی بکنیم بر اساس اصول و مبانی تنظیم بکنیم که این تا اونجایی که عرض میکنم امروزه در اختیار ما هست بر اساس خیر و صلاح و درستی باشد. شما 1400 سال آیا کافی نیست براتون که بپذیرید که این راهی که رفتید اشتباهه؟ من حقم نمیدارم برای که دیگه نگید پرحرفی بکنید. همین سوال من جواب بدید. شما آقا جان، ما که راه اشتباه رفتیم، اشتباه کردیم عزیز من. ما که راه شورایی رو رفتیم و اشتباه بود، شما راه درست به ما نشون بده حالا که ما حالا راه خود درست کنیم دیگه. آقای مسعود نخعی، اولا راه شورایی رو شما نرفتید، راه شورایی شما ادعا میکنید. هر چی که کردیم، هر غلطی که انجام دادیم آقای مسعود عزیز، هر اشتباهی که کردیم، هر اشتباهی کردیم، حالا میخوام از اشتباه خود توبه کنیم به راه شما بیایم. آیا راه شما غیر از این است که شما رهبر انتخاب میکنید به شورا؟ آقای خامنه‌ای و آقای خمینی رو که انتخاب کرده؟ خدا که انتخاب نکرده، امام زمان که انتخاب نکرده. مراجع تقلید شما رو، این که مثل دو حساب دو 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 به اضافه دو مساوی با 4. من تعجب میکنم از آدم فهمیده مثل شما این حرف به این سادگی رو قبول نمیکنه. آقای سجودی ببینید، من اینکه اولا شما نفرمایید غلط، من که توهین نمی کنم و بی‌ادبی هم نمی کنم. من عرضم این است در تصحیح اعتقاداتتون شما همین از تو امروز بپذیرید از من به عنوان قدم اول بپذیرید که آقا کسانی که باید متصدی امور جامعه باشند از عدالت برخوردار باشند، یک. و اگر کسی عقیدش موافق عقیده ما نبود، او کافر نیست، خون و ناموسش هم حلال نیست. این یه قدم رو شما بپذیرید. ما که گفتیم هر کس که عقیدش عقیده ما نبود خونش بر ما حلاله. البته کسی که عقیده شقیده ما نباشه، خب مسلمون نیست، در شک خودش هم میگه من کافر هستم دیگه. من ازتون تشکر میکنم، چون بیننده ها پشت خط زیادن. شما باید یک بحث طولانی انجام بدیم و در اون بحث معلوم میشه که شما از بحث بیرون میرید یا نه. با ادعای من رو خودت شما ثابت کنید. الله شما رو حفظ کنه. بیننده بعدی آقای علی از بلوچستان. سلام علیکم استاد بزرگوار. علیکم سلام آقای علی عزیز، بفرمایید. استاد دورو بنده امروز خیر خوشحالم با شما صحبت میکنم. لطف دارید شما آقای علی. استاد دورو، این آقا نفر اول آخوندی بود، اینا تمام آقای آخوندی رضا نمیدانم
رضا الخوزستان اینا سیب حمید 38 سال دروغ مردم گفتن. بله الان دروغاش رو شده، هر روز میان روزی بهانه میارن، هر روز میان یه روز میگن آقا استاد سجودی شما چرا نمیدانه خلیفه دوم این کار کرد، خلیفه اول این کار کرد، این دو شد چپ راست بلانه به دیگه هر چی برای گفتن نداره. هر روز سبا اینا میان یک هر سارش. بله هر من چیش نپاریم آقا استاد بزرگوار بنده وقت شما نمیگیرم با ما دعا. خیلی ممنونم، ان شاء الله موفق باشید. آقای علی عزیز یک دیگه دلیل دیگه برای اینکه اهل سنت حضرت علی رو دوست داره، این علی ما از بلوچستان و از اهل سنت بودن. و اگه کسی به ما شبهه میگه آقای علی جان ما هم جوابشو میدیم دیگه، اینجا ساکت نمیشینیم و باز بینندگان غزا. ما تمام خانواده علی، حسن، حسین، فاطمه، زهرا، تمام این بزرگواران نورچشم هستن. احسن درست میفرمایید، ازتون خداحافظی میکنم، واقعا نورچشم ما هستن. خیلی ممنونم. میریم به خوزستان و یک علی دیگه داریم که امروز علی باران هستیم. آقای علی از خوزستان بفرمایید. الو سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سجودی را بینندگان. علیکم السلام آقای علی بفرمایید. آقای سجودی من یه انتقادی از شما بکنم. ببینید آقای سجودی وقتی که ما یه سوالی از شما میکنیم شما چون جواب نداریم بدید و جواب نمیتونید بدید، نه با جملاتی مانند اینا میخوام وقت برنامه رو بگیرن یا اینا میخوام ثابت و این فرن یا امثالی میگردی از با آقا صبر کن آقای علی جان. آقای علی این من این شما اجازه این من این شما این بیرندگان حی و حاضر به قول دکاندار چاق چی میگه هندونه به شرط چاقو ما در خدمت شما هستیم، بینندام هست، تو سوال بپرس اگه من جواب ندادم بفرما، یک سوال بپرس. چش اجازه بده من اول انتقاد رو بکنم. یا کسانی که در طرفایی از شما مثل این بدبخت بیچاره فرق زده هست میگه اینا چرا زنگ میزنن، بابا تو جواب علمی اگه داری بری چیکار من داری زنگ میزنی بابا جون؟ من که نشستم برام جواب شما آقای علی وقت تموم میشه باز به سوالت مطرح نمیشه. گفتم که سوالت مطرح کو بینندگان ببینم ادعا درست یا نه، ببینم سجید من که نمیدونم تو چی میخوای بپرسی، اینقدر مطمئنم که میتونم سوال شما رو جواب بدم. بسم الله بپرس. خب آیا سجودی عزیز شما ما میگی پیامبر فرمود پیرو کتاب و اطاعت باشید، شما میگی باید پیرو کتاب آقای ابوهریره باشید. ببین آقای ابوهریره از قول رسول الله چی میگه؟ میگه ان رسول الله قال ان الشمس والقمر ثوران فی النار یوم القیامه، میگه شمس و قمر در روز قیامت در آتش فرو میروند. آقای سجودی اینو ابوهریره میگه، ولی اما ابن عباس در تاریخ طبری چی میگه؟ میگه والله کذب این حرف یهودی بود، صاحب الاحوال یهودی بود که در اثبات که در اسلام اتخاذ شد. خب و آقای ابو هریره میره از آقای صاحب الاحوال یهودی اونات میاره و از زبان رسول خدا نقل میکنه و شما اون رو به عنوان دین میاره به خود مردم میدید. چجور انتظار نداری که این مردم گمراه نشن؟ بله 3400 سال شما هنوز موده باشی تو جامعه این همه کشتار. عزیز من شما چیزی که دارم گفتید اشتباه وقتتون تموم میشه. ببینید بینندگان شما توجه داشته باشید، وقتش هم تموم شد، اجازه نداد که من باید چی کنم. شما توجه داشته باشید که ما از حضرت ابوهریره که سهل است از حضرت عمر هم پیروی نمی کنیم. میفهمید یا نه؟ حضرت عمر خودش میگه که آقا جان من یک حرف زدم، ببینید یه فیلم عمر دوباره 10 بار ببینید، این حرف منه، در کتاب خدا و سنت رسول چیزی ندیدم، شاید من اشتباه میکنم، فردا شما شاید رای بهتر پیدا کردید. پس این که میگه شما از ابو هریره پیروی میکنید این حرف دروغی است. ما خب مثل که بگه آقا من الان تو این کامپیوتر قرآن بذارم بگه آقا تو از قرآن پیروی، تو از کامپیوتر پیروی میکنی. ابو هریره ضبط صوتی بود حرفای پیامبر به ما رسونده و این علمای ما بودن که گفتن کدوم حدیث صحیحه کدوم حدیث غلطه، چون خود ابو هریره دروغ نگفته، ولی بعد از اون اینجور آدما اومدن که به ابو هریره رضی الله عنه دروغ بستن و ما اونا رو قبول نمی کنیم. پس حدیث صحیح از ما بیار بگو آقا این حدیثی که تو میگه پیغمبر گفته نگفته، پیغمبر گفته خدا یکیست نگفته خدا یکیست، خدا 15 تا 14 تاش هم امام ها هستن، پیغمبر گفته که من غیب نمیدونم، اینو پیغمبر نگفته، پیغمبر غیب میدونسته، امام ها غیب میدونن، این که پیغمبر گفته من از دل شما خبر ندارم اینو پیغمبر نگفته، اینو بلکه پیغمبر از دل ما خبر داشته، امام هم خبر داشتن، این حرفا رو برای من بیار که به حدیث صحیح باشه. پس شما یه حدیث صحیح نیوردی، من یه حدیث که گفتی که نمیدونم ما و خورشید در آتش فرو میره، خورشید که خودش آتشه، خورشید که خودش آتش هست اصلا، و اگه فرو بره یا نره این که کدام چیز عقیدتی نیست.
حالا که من که حدیث نشنیدم احتمالاً درست نیست، ولی به فرض که درست هم باشه باز چیزی خلافی نیست دیگه. آتش تو آتش فرو بره کدام چیزی نیست؟ آها، چیزی که میگه شما میپرستید غیر از خدا در آتش فرو میره، به اصطلاح همون جنها رو میگه. بیننده بعدی بفرمایید. سوال واضح مطرح کنید، در خدمتتون هستم. بیننده بعدی بفرمایید. آقای رضایی. السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 57 سوره غافر که پریروز دوشنبه ازش استنباط کردید اینطور شما: بسم الله الرحمن الرحیم، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این رو فرمودید، خدا میفرماد که خلق آسمان بزرگتر از خلق زمین است و علی چون زمینی است خلق آسمان بزرگتر است، پس چرا شما علی را عجیب میکنید؟ اولا یه جناب آقای سجودی، شما اینجا یه کلیگویی کردید، از کجا که هر چیز بزرگتر تو بهتر هست؟ این بزرگ قرآن اینطور بهترند میفرما بزرگتر است و شما فرمودید بهتر است. هر چیزی بزرگتر تو بهتر نیست، منافات نداره یه چیزی بزرگ باشه بهترم باشه، اما این کلی نیست و شما کلا فرمودید. یه نتیجه اینجوری: با توجه به این که خدای عالم در همین قرآن کریم آیاتی دارد اشاره میکند که مخصوصا ما الان در خلق، در خلقی که الان دست ما سازید تو قرآن عظیم، وقتی خدای عالم میخواد این قرآن را به ما فضلش رو بیان بفرماد، میفرماد که این قرآن چیز است، شفاء و رحمت للمؤمنین. این تنها خاصیت چه؟ اینم فقط برای مؤمن. اما یه شخصیت در این عالم وجود هست، محمد، که بسم الله الرحمن الرحیم: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده فیکون للعالمین نذیرا. یعنی برای آسمانی هم این نذیر است، یعنی بر خلق آسمان ها هم این مدیر است، این چیزی است، انذار دهنده است و امام است و رهبر. پس این خلق میشد و بر آسمان ها هم میشد، چیز میشد از این تر از خلق آسمان ها میشود. ولی پیغمبر بارها فرموده است انا و علی، انا و علی، و یک چیز متوقع هستیم که اقلش امیر المومنی علی ابن ابی طالب باب علم رسول خدا سلام عزیزم دارد. آقای برای اینکه یک جواب سوالم از شما بگیریم، نگاه کنید، برای اینکه شما همه آسمان و زمین رو با هم بافتید و آخرم نمیدونم چی فرمودید، فهمیدم چی گفتید، اما برای من این اکبر معنی کنید. اکبر. اینجا الله میفرماد لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اینو چی میگه؟ تا معنی دومی اکبر اینجا چیه؟ این اکبر یعنی اصغره؟ نه، تا معنی دوم عام میبرش پیدا نکنه، اون چه که اکبر است بزرگ به نظر ما میاد، میگیم بزرگ. اینجا آقای چیز وقتی میخواد بزرگتر، اکبر که بزرگتر هست و اینجا آقای مکارم شما ترجمه کرده مهمتر، هر دوش هم درسته، هر دوش هم درسته. خب توجهی نشده. حالا سوال دوم: آیا حضرت علی و حضرت محمد ناس بودن یا نبودن؟ حضرت علی و حضرت پیام محمد بعضی جاها ناسن، اما این ناس میرسه در حالی که بعضی وقتا میشن یا یالذین آمنو آمنو و این آمنوها هستن. به هر حال ایمان آوردن، اما خلقت خداوند به ما خبر داده که خلقت آسمان ها مهمتر و بزرگتر بوده از خلقت حضرت علی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لذا ما اینجوری میفهمیم چیزی که از آیه فهمیدیم. اما اینکه فرمودید که حضرت پیامبر و برای جن و انس پیغمبر بوده، خب ما که منکرش نیستیم، ما که منکر نیستیم حضرت محمد، حضرت علی صحابی بوده، اما اینو منکر هستیم که حضرت علی پر داشته. اگر بگه آقا پرنده تواناییش به حضرت علی بیشتره، میتونسته بپره، اینو قبول میکنیم، ولی این به اون معنی نیست که مثلا عرضم به حضور شما که حضرت علی برتر از پرنده نیست. افضل خلایق، افضل خلقت انسان ها هستند، ولیکن نمیتونی بگی آقا ما موضوع بحث ما چی بود. موضوع بحث ما این بود که شما میگفتی همه آسمان ها و چیز ملکوت به دست حضرت علی است، به دست ما گفتیم چنین چیزی نیست، خود حضرت علی یک ناس است از مخلوقات الله، و این چیزی بود که به ذهنم رسید. بیننده بعدی آقای محمود، سلام عرض میکنم، بفرمایید آقای محمود. آقای محمود، صدای محمود نیست توی استودیو، خدا فرما.
حضور شما که انشالله هفته بعد توی برنامه ما برمیگرده به سر جاش. برنامه چون که ماه رمضان به فضل الله تمام میشه، ما از او کسایی نیستیم که از رفتن ماه رمضان بگیم که افسوس رفت. شکر خدا که ازش بهره بردیم و بعد از گرفتن بهره انشالله همه ما و شما از ما رفت و از ما داره میره. و هفته بعد انشالله روز پنجشنبه شب برنامه ناباوران است و نمیدونم نفر اول کی بهش وعده داده بودیم. هر کسی که بهش وعده داده بودیم تشریف بیاره برای 20 دقیقه اول، برای 20 دقیقه که برای وقت گفتگو و مناظره گذاشتیم. و بیننده بعدی رو لطفاً اتاق فرما صدا گرفتید. بیننده بعدی آقای محمد از یست. سلام عرض می‌کنم، ولی صدا اینجا تو استودیو پخش میشه. سلام علیکم و رحمت الله آقای سجودی. علیکم سلام و رحمت الله آقای محمد علی. آقای سجودی قبول باشه. به حضور شما عرض کنم که یه مطلبی رو شما فرمودید که شما خلیفه خدا رو بیارید که ما ازش پیروی کنیم. اینا شما الان که از حضرت رسول الله پیروی میکنید، خودشون اینجا تشریف دارن یا مثلا خلفای راشدی که شما پیروی میکنید اینا الان تشریف دارن که شما ازشون پیروی میکنید؟ آقا جان عزیز من خیلی خیلی سوال خوبی کردی. ما هم داریم همین رو میگیم. ما که از حضرت عمر الان هم گفتم که ما از حضرت عمر که پیروی نمی کنیم، ما از حضرت محمد پیروی می کنیم و تموم شده رفت. شما دیگه چی میگی که شورایی باشه و نمیدونم امام ما هست و امام مهدی میاد و صدا پا. آقای سجودی اینا که بحثای جانبی نگاه کنید. شما که الان میگید ما پیروی نمی کنم، فتبه او به احسان چیه پس؟ اینا آیه قرآنه دیگه، شما باید پیروی کنید از صحابه، اونا که از سابقونه من الاولون اینا آیه سوره توبه اصلا عملا پیروی به احسان یعنی ما روشی که اونها استفاده کردن در اطاعت از رسول الله، نه اینکه خودشون اگه هر کاری کردن صحابه با هم اختلاف هم داشتن. ما از کدومش پیروی کنیم؟ خب پس شما یه چیزی پیروی میکنید که به احسان بالاخره چیز مشخصی نیست، یعنی هر کسی این احسان ممکنه از نظر شما احسان باشه، از نظر کسی دیگه احسان نباشه. نیست آقای محمد، شما متوجه شما... نه شما که... برنامه رو وقتش تا آخر مال شما. شما متوجه عرض بنده نشدی. ما اصلا از اونها پیروی نمی کنیم تا به اصطلاح دستچین پیروی کنیم. ما اونا یک خلیفه بودن برای دوره خودشون، برای دوره ما نیستن، برای دوره خودشون هستن. ما از قرآن و سنت پیروی میکنیم. ها دروغ براتون نمیگیم. اگر موضوعی در قرآن و سنت نباشه و ما ببینیم صحابه در اون موضوع متحد شدن، میگیم که آقا اونا دیگه فهمشون بهتر از ما بوده. ولیکن این نیست که ما بگیم حتما از صحابه باید پیروی کنیم. مثال در مسئله دیه زن، اونم به عمد، نه غیر عمد، غیر عمد اگه کشته شده باشه، بعضی از علما ما به همه صحابه مخالفت کردن. ما از اما به اندازه یک سر مو با پیغمبر مخالفت نمیکنن. متوجه هستید؟ بفرمایید. اینکه آخر برنامه باشه دیگه خود شما صحبت کنید، یه وقتی هم به ما بدید آخر برنامه. به حضور شما عرض کنم که شما الان مشخص شد که پس خیلی چیزا فرق کرده با قبلن، که این حرفایی که میزدید که ما مثلا باید اطاعت کنیم و باید پیروی کنیم و اینا، الان میگید نه ما پیروی نمی کنیم. خب حالا این اشکالی نداره، شما نگاه کنید پس چرا شما وقتی چیزایی تو بخاری میبینید پیروی میکنید؟ من عرض کردم که تو بخاری نوشته که نماز تراویح حضرت رسول الله نخونن به خاطر که ترسیدن واجب بشه. من عرض کردم خدا را شما اینقدر آوردید مقام پایین خدا را، که خدا اعمال خوب و بد و مباح و حرام و حلال را بستگی داره به عملکرد انسان. اینجا یه خدا را محدود کردید. شما فهمودید حرف درسته، ولی چه کنیم که در بخاری نوشته؟ یعنی چی؟ یعنی ایاک نعبدو اینجا برای شما قابل به اصطلاح قیاس نیست. شما الان نمیتونید بگید ایاک نعبدو، برای که از نفستون دارید پیروی میکنید. چرا؟ چون نفستون خوشش میاد از کتاب بخاری. شما میگه آره هر چی تو اون هست ما قبول میکنیم، در صورتی که ما اینا نداریم. ما اصلا بخاری رو قبول نداریم، ما کتاب کافی دیگه بالاتر از اون که شما میگید که آها کافی فلان. وقت تموم شد، گردم من به شما بیشتر وقت میدادم. قبول نداریم آقای عزیز، وقت تموم شد عزیز من و من بیشتر بهتون وقت میدادم و شما از بحث بیرون رفتید. صحبت در این بود که گفتید شما حرف نوست، بریم سر حرف اول. حرف نوی میزنید که ما از صحابه پیروی نمی کنیم. شما بریدم این فیلم حضرت عمر رو ببینون که من نساختم، که شماره 26 ببینید. حالا دیگه کتاب بهشتون نمیگم، به قسمت 26 ببینید که خود حضرت عمر در همین فیلم 4 بار میگه که آقا از من پیروی نکنید. وقتی خود صاحب فکر میگه از من پیروی نکنید، چطور این حرف نو باشه که سجودی میگه؟ ما از قرآن و سنت پیروی میکنیم و از بخاری ما پیروی نمیکنیم. اگه خود بخاری یک حرفی زده باشه یک حرفی زده، اما ما بر ما ثابت شده که این حرف رو بخاری از پیغمبر ما نقل کرده ازش قبول میکنیم.
این رو چند دفعه بگم و همه شما رو به خدا میسپارم. الله حافظ و نگهدار شما. The big question is, why? Yes. 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 Yes.